سرخط خبرها: کارگران افغان در ایران فقط مجازند در مشاغل سخت کار کنند. نگاه یک مقام طالب برای مردم. استانگزی میگوید انتخابات آینده ترکیه را تعیین میکند. حادثه‌ای که به یک بارگی صدها هزار افغان را ماد و مبهوت کرد. افغانستان انترنشنال گزارش می‌دهد یک مقام وزارت داخلی ایران گفت فتبای خارجی فقط می‌توانند در کارهای شاقه مشغول شوند و نباید در فروشگاه‌های مواد خوراکی به کار گرفته شوند. مدیر کل اتبای خارجی اصفهان در جلسه بررسی حضور اتبای افغان گفت کار اتبای خارجی در مراکز تولید مواد خوراکی ممنوع است و با متخلفان برخورد می‌شود. مهدی نادری تأکید کرد که اتبای خارجی در ایران در صورت می توانند در مشاغل سخت مشغول شوند که کارت اقامت و اجازه کار داشته باشند. مدیر کل اتبا و مهاجرین خارجی اصفهان با اشاره به ممنوعیت فروش املاک به اتبای خارجی، فروش قلنامه املاک را نیز خلاف قانون دانست. در این جلسه تأکید کرد که اتبای خارجی باید ارزش‌های اسلامی و انقلابی را حفظ کنند و برای انجام مراسم دینی خود مجوز بگیرند. نگاه یک مقام طالب برای مردم. استانگزی میگوید انتخابات آینده ترکیه را تعیین میکند. معین سیاسی وزارت خارجه طالبان انتخابات ریاست جمهوری ترکیه را برای این کشور سرنوشت ساز خواند و گفت که با انتخابات کشورهای دیگر فرق دارد. او روز یک شنبه در دیویت نوشت که این انتخابات رقابت بین دو دیدگاه و ایدولوژی است که مسیر ترکیه را تعیین خواهد کرد. او میگوید که در ساختار نظم نوین جهانی ابرقدرت‌های بزرگ جهان احتمالاً به نتایج امروز انتخابات ریاست جمهوری علاقه زیاد دارند. ترکیه روابط نسبتاً خوبی با طالبان دارد و دیپلمات‌ها این گروه را در کنسولگری افغانستان در استانبول پذیرفته است. در ماه‌های گذشته هم عباس استانگزی و دیگر مقام‌های این گروه با سفیر ترکیه در کابل دیدارهایی داشتند. طالبان بارها اعلام کردند که مخالف برگزاری انتخابات در افغانستان هستند، اما مرور صفحات افراد و مقام‌های طالبان نشان می‌دهد که انتخابات ریاست جمهوری ترکیه را به دقت دنبال می‌کنند. محمد جلال از اعضای طالبان در حساب تویتر خود ویدئوی هواداران اردوغان در مسجد ایا صوفیه ترکیه را منتشر کرده است. سفارت افغانستان در هند سفیر معرفی شده طالبان را رد کرد. وزارت خارجه طالبان فرید مامونزی سفیر سابق افغانستان در هند را برکنار کرده بود. علی‌رغم تلاش وزارت خارجه طالبان برای انتصاب سفیر تازه افغانستان در هند، کارمندان سفارت افغانستان در دهلی نو اجازه ندادند سفیر معرفی شده طالبان اداره سفارت را به دست بگیرد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، وزارت خارجه طالبان فرید مامونزی را مقام خود برکنار کرده است و قدیر کوشا یکی از کارمندان سفارت افغانستان در هند را به عنوان سفیر جدید معرفی کرده است. به نقل از منابع رسمی طالبان، به مامونزی دستور داده شده است سفارت افغانستان در دهلی نو را ترک کند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر نمایندگی طالبان در قطر و سفیر پیشنهادی این گروه در سازمان ملل متحد در گفتگو با روزنامه تایمز آف ایندیا ضمن تایید برکناری سفیر افغانستان در دهلی نو آن اقدام را منطقی خواند که اعتماد میان دو کشور را افزایش می‌دهد. شاهین افزود انتصاب سفیر تازه طالبان که خود از کارمندان سابق سفارتخانه است را برای گسترش روابط طالبان و دولت هند هموارتر میکند. قدیر کوشا که به عنوان سفیر جدید منصوب شده است تا قبل از این منشی سفارت افغانستان در دهلی نو بود. با این حال کارمندان سفارت افغانستان در دهلی نو اجازه ندادند قدیر کوشا جای فرید مامونزی را بگیرد و در یک ادلاعه خبری برکناری مامونزی را شایع رسانه‌ها خواندن و اعلام کردند که این سفارتخانه مانند سابق به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد. در این ادلاعه خبری آمده است که رسانه‌ها از 3 روز پیش برخی گزارش‌های مغرضانه و نادرست را منتشر کرده است. این ادلاعه بدون اشاره به شایعات مورد نظر اعلام کرد که سفارت افغانستان در دهلی نو تمام شایعات مطرح شده در رسانه‌ها را رد می‌کند و کارمندان این سفارتخانه مانند گذشته به فعالیت خود ادامه خواهند داد. فرید مامونزی سفیر افغانستان در دهلی نو نیز روز یکشنبه در تویتر مسئله برکناری از سمتش را دور از واقعیت دانست و رد کرد و گفت که بحث برکناری و یک شایعه ساخت رسانه‌های مغرض است. وزارت خارجه هند در مورد دستور وزارت خارجه طالبان برای جابجایی سفیر افغانستان در این کشور هیچ گونه واکنش نشان نداده و آن را مسئله داخلی طالبان عنوان کرده است.
دولت هند گروه طالبان را به عنوان یک دولت مستقل در افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد، اما با طالبان رابطه گرمی برقرار کرده است. کارشناسان سیاسی معتقد نگرانی از فعالیت‌های سازمان‌های ضد تروریستی در هند در خاک افغانستان باعث شده تا هند برای رأس این سازمان‌ها با طالبان روابط خوبی داشته باشد. پس از سقوط دولت جمهوری در افغانستان، هند کمک‌های زیاد به افغانستان فرستاد، از دارو گرفته تا صدها هزار تن گندم. گروه طالبان تایید سال سلطه خود بر افغانستان توانستند تعداد از سفارتخانه های افغانستان در کشورهای منطقه را به کنترل خود در بیاورند. در حال حاضر سفارتخانه های افغانستان در ایران، پاکستان، روسیه، چین، ترکمنستان و ازبکستان در اختیار طالبانند و تعداد از سفارتخانه ها نیز با طالبان رابطه برقرار کردند و به دستور آنان فعالیت می کنند. رقابت بر سر مالکیت طالبان. وحید مژده کتاب افغانستان در 5 سال سلطه طالبان را با این جملات شروع میکند: کسانی که جریانات سیاسی افغانستان از کودتای سال 1978 تا امروز را شاهد بودند به خوبی میدانند که هیچ حرکت نظامی بدون پشتوانه و حمایت خارجی و دخالت دست یا دستهایی از بیرون مجال تبرز یعنی بروز و عمل در افغانستان را نداشته است. این جریانات تا آن زمان به حیات و موجودیت خیش در صحنه بحران افغانستان ادامه دادند که این حمایت برقرار بوده و با ختم حمایت خارجی چون حباب در تلاطم موجهای بحران از هم پاشیده و از میان رفتند. مژده از حزب اسلامی به رهبری حکمتیار به عنوان نمونه برجسته حرکت نظامی با حمایت خارجی ها یاد میکند و میگوید که در دوره این حزب بیشترین کمک های خارجی را به خود اختصاص میداد و میگوید که حرکت نظامی طالبان نیز از این قاعده مستثنا نیست، بلکه با حمایت کشورهای خارجی و دست های از خارج کشور ایجاد شده و به حیاتش ادامه داده است. این اتهامی که طالبان ساخته و پرورده امریکا، پاکستان و انگلستان از همواره بر این گروه وارد بوده است. به گفته مژده، حکمتیار اولین کسی بود که طالبان را به نوکری برای بیگانگان متهم کرد و در 21 نوامبر سال 1994 پس از سقوط قندهار به دست طالبان، ظهور این گروه را توطئه خارجی دانش. همان بعدها بی‌نظیر بوتو نخست وزیر وقت پاکستان نیز تایید کرد که طالبان یک پروژه مشترک امریکا، انگلستان و سازمان استخبارات ارتش پاکستان است. ویلیام ویلی هم در کتاب افغانستان، طالبان و سیاست‌های جانی نوشته است که طالبان مورد حمایت شدید بی‌نظیر بوتو نخست وزیر وقت پاکستان قرار داشتند. واقعیت این است که بدون زمینه‌های داخلی، تلاش‌های سازمان‌های استخباراتی نمی‌تواند به یکبارگی گروه مانند طالبان را به وجود آورد. تا زمان تشکیل طالبان، کشورهای زیاد از احزاب اسلامی حمایت می‌کردند که دانه در رشت‌های آنها آمریکا، عربستان، پاکستان و ایران بودند. حمایت از این احزاب جامعه را به سمت افراط‌گرایی کشانده بود. از درون چنین جامعه طالبان با طرح آمریکا و انگلستان، مدیریت پاکستان و پول عربستان ظهور کردند و بسیار سریع کشور را در کنترل گرفتند. ملا عمر، بنیانگذار و نخستین رهبر این گروه، قبلا عضویت حزب حرکت انقلاب اسلامی را داشته و از فرماندهان این گروه بوده است. طالبان در اوایل تظاهر میکردند که به قدرت و حکومت علاقه ای ندارند، اما پس از تسلط بر کشور در سال 1996 کل قدرت را در انحصار خود درآورند و نظام به نام امارت اسلامی ایجاد کردند. این امارت فقط از سوی سه کشور و می طالبان به رسمیت شناخته شده بود: عربستان، امارات و پاکستان. وقت کم کم امریکا و همپیمانانش به دلیل حضور بن لادن در افغانستان زیر کنترل طالبان با این گروه مخالف شدند. پاکستان در حالی که متحد امریکا بود، با راه انداختن یک بازی دوگانه از حمایت طالبان دست نکشید. وقت هم اوضاع به سمت رفت که امارت اول طالبان باید سقوط میکرد، در این سقوط همکاری کرد. پس از آن که طالبان از قدرت برافتادند، به مناطق مرزی پاکستان آواره شدند و دو دهه کامل از حمایت‌های ارتش این کشور برخوردار بودند. این گزارش ادامه دارد. سپاس که تا این دم با ما بودید.